یه مقدار صورت مسئله روشن بشه، این قضایایی که منجر به تحولات این چند روز اخیر شده، ابتدا از جوان امسال شروع شد که حسن کاظمی قومی که سفیر رژیم در عراق هستش، سوابق طولانی در سپاه قدس داره، از فرماندهان بالای سپاه قدس بوده، اعلام کرد گفتش که در تهران در سال 2003 از شورای انتقالی در عراق خواست تا مجاهدین را از این کشور اخراج کند و اکنون نیز بر درخواست خیش تاکید دارد. یعنی اول تاکید از جانب تهران سفیر رژیم که بایستی اینها از عراق اخراج بشن، بعد قدم به قدم روز به روز کسانی که وابستگان رژیم تهران در عراق هستند، من جمله اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی، سپاه نوح بعد، کسانی که سالها در ایران حقوق بگیر سپاه پاسداران و سپاه قدس بودند و حالا مناصب مختلفی رو در عراق دارن، من جمله عبدالعزیز حکیم، من جمله شیخ جلال الدین صغیر که یکی از اعضای همین مجلس اعلای انقلاب اسلامی هست، این در 2 ژوئیه گفتش که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران طی 6 ماه آینده از خاک عراق اخراج می شود. که برای اولین بار هم چیزی مطرح می شد، مشخص نبود به استناد چی. یک روز بعدش تلویزیون وابسته به حکیم، تلویزیون الفرات، گفتش که عبدالعزیز حکیم تأکید کرده که دولت و پارلمان باید سازمان مجاهدین خلق که نقشای منفی چه در گذشته و در حال حاضر عقد داشتن اخراج کنه. یعنی حکیم داره فشار میاره روی دولت عراق که باید اینا رو اخراج کنن. خود سخنگوی دولت عراق هم آقای ادباغ گفته که از مجاهدین رو تشویق میکنیم که از عراق خارج بشن، یا اینکه به صورت پناهنده به کشورهای دیگه در بیان، یا اینکه داوطلبانه به ایران بازگردن. پس بنابراین یک فرمان، یک حکمی از سوی دولت عراق صادر باید شده باشه، نه؟ اتفاقا این چیزی که شما مطرح میکنین دقیقا نشون میده که این خلاف موضع‌گیری های مقامات رژیم، خلاف موضع‌گیری حسن کاظمی که 21 اوت گفتش که مجاهدین از 6 ماه باید عراق رو ترک کنن. در صورتی که همینجور که اشاره کردین، آقای دباغ سخنگوی دولت عراق رسما اعلام کرد در تاریخ 2 سپتامبر که خبرگزاری یونایتد پرس ازش نقل قول کرده که اینها مطابق قوانین بین‌المللی با اینا رفتار خواهد شد و در حقیقت اذعان کرد که عراق در موقعیتی نیست و خواستاری نیست که بخواد اینا رو اخراج کنه، چون مخالف قوانین بین‌المللی خواهد بود. پس چرا آقای جعفرزاده شما اعضاتون، اعضای سازمان مجاهدین خلق نگران هستن، تظاهراتی برگزار میکنن، اگر میدونید که اخراج نمیکنن، این نگرانی و تظاهرات برای چیست؟ بله، اتفاقا نکته خوبی رو شما روش دست گذاشتید. چرا؟ به خاطر اینکه از اونجایی که رژیم تهران خب خیلی خوب همه میدونن دشمن شماره یک مجاهدین خلق و اعضا و هواداران و خانواده هاشون هستش، از سال 2003 حداقل و بسا قبل‌تر از اون دنبال این بوده که قرارگاه اشرف رو نابود بکنه، مجاهدین رو از اونجا اخراج بکنه و در قدم اول اونها رو به ایران بفرسته که همه میدونن سرنوشتشون چی میشه وقتی رژیم هر روز 29 نفر، 30 نفر، 10 نفر، 12 نفر رو اعدام میکنه، اعدام خیابونی میکنه. طبعا دانشجوان و زنان و مردانی که سالهای سال علیه رژیم مبارزه کردن سرنوشت اونها مشخص است. این خواسته رژیم تهران است. در قدم اول حرف رژیم چیه؟ میگه حفاظت قرارگاه اشرف بایستی از دست آمریکایی‌ها منتقل بشه به دست نیروهای عراقی. خب در ظاهر قضیه میتونه این باشه که خب مشکل نیست، کسی هم با دولت عراق مشکل نداره. تا اونجا که به خود دولت عراق برمیگرده، نه مجاهدین با دولت عراق مشکل دارن و نه کسی دیگه با اونا مشکل داره. اما واقعیت قضیه اینه، به دلیل اینکه رژیم تهران در کل عراق نفوذ فوق‌العاده زیادی داره و عناصر و عوامل زیادی رو در خاک عراق حقوق بگیراش هستن و کسانی هستند که مستمراً در حال بمبگذاری و فرستاده نفرات به خاک عراق که هم در بمبگذاری علیه مردم عراق توی مدت شرکت داشتن، هم علیه نیروهای چند ملیتی، اگر چنین چیزی که رژیم دنبالش است اتفاق بیفته، فعل مثل حفاظت قرارگاه اشرف به طور تمام عیار منتقل بشه به نیروهای عراقی و نیروهای آمریکایی اونجا نباشن، شما تصور کنید چه اتفاقی خواهد افتاد. اول از همه رژیم تهران که تا الان در این 5 سال گذشته به دلیل حضور آمریکا تو اونجا جرأت نمی‌کرده که به قرارگاه اشرف حمله بکنه، مثلا موشک بزنه، مثلا هواپیماهاشو بفرسته، مثلا نیروهای ویژه‌شو بفرسته به داخل خاک عراق، چون قرارگاه اشرف فقط 50 کیلومتر با مرز ایران فاصله داره و به راحتی میتونه نیروهاشو بفرسته به خاک عراق و به اونها حمله بکنه. تا الان جرأت نمی‌کرده چون طرف حساب آمریکا بوده. به محض اینکه نیروهای آمریکایی اونجا رو ترک بکنن، خب رژیم تشجیح میشه که این کارو بکنه. خب آیا شما نگران این هستین که نیروهای آمریکایی اونجا رو ترک بکنن؟ نه، بحث این نیست، که بحث اینه که رژیم الان روی این نکته تاکید داره.
رژیم تهران الان فشارش رو گذاشته که نیروهای آمریکایی نه تنها باید اونجا رو ترک کنن، بلکه تمامیت عراق رو باید ترک کنن. چرا؟ چون میخواد سلطه خودش رو بر عراق اعمال بکنه، میخواد نفوذ و کنترل تو اونجا داشته باشه. بنابراین به همین دلیل همه مخالف این هستن. سازمان‌های بین‌المللی مطابق قوانین بین‌المللی آمریکا بایستی و ملزم هستش که حفاظت قرارگاه اشرف رو به تمام عیار خودش به عهده بگیره تا تضمین کننده سلامتی و جون اونا باشه. فرصتی داریم که باید تنفس اعلام کنیم به استودیو 55 میریم برای پخش خلاصه اخبار. باز میکردیم و با آقای جعفرزاده بیشتر صحبت کنیم و خبرهایی که از ایران در این مورد میرسه رو با ایشون در میان خواهیم گذاشت. با ما باشین دوستان عزیز.